سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماریمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب چهارشنبه هفته آبان ماه ایرانی برابر با هشتم نوامبر 2023 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با نگاهی بر تازه های از ایران، منطقه و جهان و البته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات چاپ تهران که در برنامه امروز جدایی از تحلیل قزعی محمد جواد ظریف و موازی ایشان در رابطه با موازی کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال قضه مقاومت بسیار جنجالی شد و بر صدر خیلی از رسانه ها جای داشت تا حدود زیادی سخنی رو در نشستی مطرح کرد و با تأکید بر این عبارت که مردم خسته اند دستمایی تحلیل های تازه مطبوعاتی شده بود نگاهی میاندازم با این مطلب به روزنامه های چاپ تهران روزنامه هم می هند تمام نیم صفحه اصلی خود رو به دیدگاه های آقای محمد جواد ظریف اختصاص داده بود تحت عنوان رد مبانی سهیونیزم عمدتا نگاهی داشت به مقوله شکلگیری کشور اسرائیل به لحاظ حقوق بین و, و مطالبی که در این رابطه مطرح است اما روزنامه های مثل اعتماد و آرمان و دیگر روزنامه ها اون بخش از اظهارات آقای ظریف رو برجسته کرده بودن که الان میخوام برای شما پخش کنم و اون رو بذارم اونجا که گفته بود بایستی تدبیر لازم رو در مواجهه با مسائلی از این دست داشت ضمن اینکه گفت بایستی از حق مظلوم دفاع کرد اما خود رو فدا نکرد لشکر نباید کشید نفوذ اگر داشته باشیم حضور نباید داشته باشیم ادبیاتی به کار برد که به هر صورت مشی تکنوکراسی در دیپلوماسی بین الملل هست ادبیاتی که همون تقابل در واقع میدان و دیپلماسی است ادبیات سیاسی که آقای ظریف بر اون تاکید کرده بود خواه ناخواه لایه‌هایی از مجامع ستیز خوی بالادستی نظام رو نشان میگرفت مجامع بالادستی و سخت سر نظام خود بیت رهبری دیدگاه های رهبری جمهوری اسلامی حالا هرچند اینجایشون به طور تلویحی و خیلی نرم به نحوی از آنها خاص این گونه القا کنه که سیاست رهبری جمهوری اسلامی در درگیر نکردن ایران در این ماجرا امر نکویی بوده یک جوری تقدیر داشت اما روی هم رفته کلامش مشهون از نیشهایی بوده که در بطن جامعه هم به نحوی از آنها وجود دارد اعتماد در گزارش خودش تحت نگذاریم اسرائیل به مردم فلسطین بگوید نیروی نیابتی این مطلب رو یکی از نقاط قوت دیدگاه های آقای ظریف برشمرده بود که مثلا این مدل دفاع تبعین حقوقی به از درگیر شدن مستقیم یا هزینه افزودن بر جامعه ایرانی است حالا گوشه کوتاهی از اظهارات آقای ظریف رو در این نشست میبینیم میشنویم بعد من یک تحلیل بسیار کوتاهتری دیگری ارائه خواهم کرد حسن. راه... راهش فراموش راهش کردن حق مظلوم نیست راهش فراموش کردن حق مظلوم نیست راهش جایگزین کردن ظالم و راه اجازه بدین راهش جایگزین کردن ظالم و مظلوم نیست راهش چیه؟ راهش این است که ایران همونطور که در قانون اساسیش میگه دفاع از مستضعفین بکنه اما قرار نیست ما جای مستضعفین بجنگیم اما از حق دفاع کردن به معنی لشکر کشی بله منم معتقدم که مردم خسته شدن از اینکه هزینه بپردازن ما نیاز نداره هزینه بپردازیم ما میتوانیم از حق دفاع کنیم من از دوستان خواهش میکنم الان که فعلا کشور سیاست معقولی در این زمینه داره با موزه گیری های تون باعث نجیم که اون... خب گوشه ای از اظهارات محمد جواد زریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی رو میدیدیم و میشنیدیم که مایه یه تحلیل بسیاری از روزنامه های چاپ تهران شده بود و سایت جماران حسن خمینی این رو منعکس کرده بود نکته ای که آقای ظریف در اون به طور مشخص برجسته تر بیان کرده بود جایی بود که اشاره می کرد که مردم ایران خسته اند اینجا آغاز اون تحلیل پذیری مطلبه سوال بسیار مطرح شد که چه پیش آمد جامعه ایرانی حتی سه دهه پیش مثلا اون پسر کودکی که در فلسطین با پدرش پشت سطح آشغال تیر میخوره کشته میشه بخشی از جامعه ایرانی به خشم میاد به خیابان میاد آزرده میشه محکوم میکنه کارهای اسرائیل رو حالا حتی اون خبرم که البته تا حدودی دروغ بود بماند من وارد اون ماجرا فعلا نمیشم که خود اون پدر پسر رو قربانی کرده بود حالا بحث فعلا اون نیست چه شد که کشورهای همسایه و مسلمان چرا که ما تحلیلای زیادی روی ماجرا داشتیم کشورهای مثل ترکیه ملت مسلمانی هستن که خود به خیابان میان و بیش از یک میلیون سوال شده بود که چرا مردم ایران این میزان بی‌تفاوت شدن اظهارات آقای ظریف در این رابطه مشخص خب قابل تأمل بوده گفته سیاست‌های یک جانبه حالا کلمه یک جانبه به کار نبرد به هر روی گفت مردم خستن همون چیزی که ما به زبان شفافتر و غیر دیپلماتیک میتونیم بیان کنیم چرا که آقای ظریف طبیعتا محلولیت هایی داره در اون کشور داره زندگی میکنه و وزیر خارجه پیشین بوده اسرار زیادی داره و بیان مطالبی خاص میتونه ایشون رو در معرض آسیب هم قرار بده آن چیزی که ایشون گفته مبتنی بر اخلاق بوده نخست بخشایی که از تضعیه حق مردم فلسطین سخن گفته شده بود خب اون بلا شک انسان آزاده میتونن با اون همسو باشن در سوی دیگر ماجرا یک مش کارگزارانه عملگرایانه و تکنوکرات داشت مبنی بر اینکه نبایستی برای در واقع حمایت و تقویت حق مستضعف در جهان پربحران کنونی از حق خیش بگذریم یعنی یک تفکیک موضوعی به زبان دیپلماتیک بسیار خوب داشت اما نکته که میتوان بر اون بست داد و اون رو ورز داد و اون رو گسترش داد اون نکته هست که چرا مردم ایران قهرن با ارزش های تنظیم شده ی نظام فقها اینجا اون نکته است که مطالب بیشماری از دل خودش میزاید نکته نخواستن که فرایند گسست دولت ملت در حد اعلای خودش هست شکاف بین ارزش های تنظیمی حکومت و مطالبات خواستنی مردم در جامعه شکاف بسیار بالایی است بدین روی جمهوری اسلامی هر نکته رو که اصرار بر حقانیت کند جامعه به نحوی از آنها اون رو ناحقانی می شمارد و اون رو پس می نکته دوم اساسا امپرات کارکرد و کارویژه رسانه های رسمی حکومتی است که تبدیل به امپراتوری دروغ شدهاند و هر صورت بخشی از جامعه تجربه بسیار تلخی از دروغ گفتن های حیرت آور جمهوری اسلامی داره و مشخصا در مسئله سرنگونی و ساقط سازی هواپیمایی اوکراینی سراحتا دیدیم خودشون زدن قرار بود انتقام سخت بگیرن و آگاه شدن مردم که اینها پیشتر با مقامات امریکایی برای زدن پایگاه الاسد هماهنگ بودن ضمن که بیش از هفتاد ساعت دروغ گفته بودن طبیعتا اینها تاثیر سنگینی میذاره که جامعه ایرانی در واقع آموزه ها و ارزش هایی رو که چه در ساحت بنوملل، چه در ساحت منطقه‌ای و چه در حوزه داخلی جمهوری اسلامی مطرح میکنه مردم باور نمیکنند، پس عدم باور به ارزش های تنظیمی حکومت یک جانبه گرایی سیاسی جمهوری اسلامی مجموعه پارامترهایی است که مردم رو نسبت به به صحنه آمدن در دفاع از حق به تعبیر اینها مظلومان یا هر چیزی که ارزش هست در سطح جهانی مردم ایران رو مردد کرده و یا به نحوی از آنها بی کرده ضمن اینکه سیاست سی و خوردی و چل ساله جمهوری اسلامی اساسا مبتنی بر نوعی دشمنخواهی و دشمن خویی بوده و مردم ایران به تبیر آقای زریف خسته ان. از این میزان هزینه دادن و خسب و دشمنخواهی و تنش آفرینی و مشارکت های غیر ضرور در سایر ممالک غیر ایرانی و در منطقه بدین روی این خستگی اظهاراتی بوده که آقای ظریف بیان کرد مورد استقبال رسانه ها واقع شد خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب روزنامه همدلی هم در روزهای گذشته و هم امروز میبینم خب کارشون جالب هست ودا با مرد هنجره طلایی ایران اشاره داشت به مراسم تشعی جنازه مرحوم گلپا خاننده خوشنام و خوبی که در کشور ماند و اتفاقا دیدم ایرج یکی از خواننده ها بر در مراسم تشییع جنازه ایشان قطعی رو اجرا کرد که مورد استقبال هم واقع شده بود در هر صورت نکته ای که ما رو واداشت من به این مطلب دوباره اشاره کنم یک حکایت هرمانالود یک قصه پرقصه است که بسیاری از جامعه ایرانی رو در فردای پس از استقرار نظام فقها ها فرا گرفت اصحاری از فضل جامعه فرهیخته ترین بخش جامعه اعم از هنرمند، آوازخان، دنسر، موزیسین، دانشمند چمدان های کوچه اجباری در دست گرفتند و راهی راه های دور شدند دیارهای دور شدند و این عزلت و انزوای تحمیلی نظام فقها ها علیه این بخش از جامعه به مسابه یک رنج همیشه تازه فراموش نمی شود و احتمام و پرداختن به این یک امری است که برای زنده نگاه داشتن اسناد ستم جمهوری اسلامی علیه بخش های مختلف یک امر ضروری است خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب کماکان روزنامه های دست راستی جمهوری اسلامی در مسئله قذب به انتشار مطالب میپردازند و کماکان هم به ستم های اسرائیلی به اشکال مختلف اشاره میکنند که هم شهری رو در این رابطه میبینیم دروغ های بنی اسرائیلی خب به یاد دارید شما که ما عبارتی شنیدیم در تاریخ تحت عنوان ایرادهای بنی اسرائیلی که به قصص در واقع حکایات دینی اشاره داره که حالا نمیخوام من اصلا وارد بشم که ایرادهای بنی اسرائیلی لحظات مواجهه قوم بنی اسرائیل با پیامبر یهود که ایرادهای مختلف میگرفتن و تحت عنوان ایرادهای بنی اسرائیلی مطرح هست اینها میگن دروغهای بنی اسرائیلی و سعی داشتن اون حمله شب نخستی رو که هماسی ها صورت داده بودن و گفته شده برخی از شهروندان هماسی در مراسم رو یا خانواده ها رو سر بریدن یا دست قطع کردن یا مسله کردن اینها مدعی شدن که اینها دروغ بوده ولی دروغی که جا افتاد میتوان گفت بسیاری از خبرهایی که اتفاقا همشهری و زاکانی و در داخل ایران از قتل محسا و آرمیتا و کیان پیرفلک ها و هزاران دیگر داشتیم اونها هم دروغی بوده که حداقل یک نفر به عنوان متهم هنوز نگرفتن در رابطه با مسئله اسرائیل و حمله حماس که اینها میگن دروغ های بنی اسرائیل این عبارت رو برگردوندن آن چیزی که مشاهدات و مستندات موجود هست بسیاری از این جنایات صورت گرفته و بسیاری رو مردم به چشمان خودشون دیدن لحظه رو برخی از شهروندان رو لحظه جدا کردن عاشقان و معشوقان را لحظه ج... به قفس انداختن کودکان رو لحظه لخت مادر زد در خیابان کشاندن ها رو این رو چیزایی بود که مردم دیدن و نمیتوان انکار کرد و اتفاقا مصور و مستند هستش خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب ابراهیم رئیسی در دیداری که با آقای امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان داشت از روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران و تاجیکستان سخن گفته بود خیلی از رسانه ها رو دیدم که به این موضوع پرداخته بودن نکته قابل توجه در این ماجرا بیشتر از این منظر اهمیت داره که تاجیکستان دولتش تمام ایرانیه دولت تاجیکستان سکولار هست هر از گاهی هم از نیش و عملیات ایزایی مسلمان کردن و مسلمان سازی حکومت از سوی جمهوری اسلامی یک حس ناایمنی و حراس داره خب روزی روزگاری آقای خامنه ای رهبر اپوزیسیون مخالف اسلامگرای تاجیکستانی رو هماغوشی کرد و اظهار ارادت کرده بود که موجب رنجش خاطر کشور تاجیکستان شده اما بعد از مقوله ارمنستان و آذربایجان و از دست دادن ظرفیت های استراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه یکی پس از دیگری توسط جمهوری اسلامی از زنگ زور گرفته تا دیگر مسائل قطعا یک عقبگرد و تدبیر تازه‌ای بایستی صورت می‌گرفت که کشوری که بالاترین میزان همپوشانی و قرابت فرهنگی رو با ایران داره نمی بایستی از دست داد و نمی بایستی دور ماند از آن هرچند تنش هایی که با آذربایجان هم دارند آذربایجان از جمله کشورهایی است که شیعه ترین جمعیت کشور مسلمان در منطقه است که باز تنش ها و ناسازگاری های رو معصوی جمهوری اسلامی به علت بی تدبیری ها و همسایه آزاری ها شاهدیم خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب درخواست بایدن برای وقفه کوتاه در جنگ اسرائیل علیه غزه مرتوجه بسیاری از رسانه ها واقع شده بود حتی می دیدم به رسانه های خارج از مطبوعات چاپ تهران مثل اکسیوس هم اون رو منتشر کرده بود اکسیوس گزارش داده بود که آقای بایدن در تماس تلفنی خود با نتانیاهو از او خواسته که با وقفه سه روزه در جنگ موافقت کند تا زمینه آزادی برخی گروگان هایی که حماس در غزه در اختیار دارد فراهم شود مقام امریکایی گفت طرحی که جزئیات آن میان امریکا و اسرائیل و قطر به بحث گذاشته شده مبنی بر این است که حماس 15 گروگان را آزاد کند و از این وقفه سه روزه برای تایید هویت همه گروگان ها و ارسال فهرستی از اسامی افرادی که به گروگان گرفته است استفاده کنند بر اساس آمار دولت اسرائیل در جریان حملات روز 7 هفتم اکتبر 240 نفر رو حماس گروگان گرفته بود این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی به دفعات از یعنی خود امیر من دیشبم اشاره کردم به دفعات تکرار کردم که مقامات امریکایی دست به دامان جمهوری اسلامی شدند برای حل ماجرا حتی دیدم گزارش هایی که از ضرورت توافق امریکا و با جمهوری اسلامی سخن میگفتن در حالی که مقامات امریکایی همون گونه که من گفته بودم همه اینها میتونه نمایش های دیپلماتیک و تبلیغاتی باشه جان کربی مقام و دیگر مقامات امریکایی سریحا و با تاکید اعلام کردند که تمام حرفهایی که مقامات جمهوری اسلامی دارن بیان میکنن دروغ هست هیچ که ایالات امریکا نه به اونها سه بار پیام داد نه تقاضایی کرد و نه دست به دامنی شد و نه التماسی داشت این در حالی است که عملیات ایزایی در سطح خرد از سوی جمهوری اسلامی توسط بازوان نیابتیشون علیه مقر امریکایی کماکان ادامه داره نه به میزانی که واکنش الزامی اسرائیل و امریکا رو علیه جمهوری اسلامی بر بیانگیزد همون نبردهای مدیریت شده ی تزاهم افزا و ایزایی تا جایی که می دیدم پنتاگون گفته پایگاه های امریکا در عراق و سوریه چهل بار هدف قرار گرفتن خانم سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت در یک ماه گذشته پایگاه های محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه چهل بار هدف قرار گرفتند ایشان در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش حملات گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران گفت نمیگویم که افزایش قابل توجهی وجود داشته در یک وضعیت ثابت است خانم سینگ اضافه کرد از هفتم اکتبر تا هفتم نوامبر نیروهای آمریکایی حداقل چهل بار مورد حمله قرار گرفتن که 22 بار در عراق و 18 بار در سوریه بوده است ایشان تصریح کرد این حملات شامل ترکیبی از پهپادهای یک طرفه و همینطور راکت بودن خب این در حالی است که من در برنامه دیشبم اشاره کردم که مقامات عراقی هم بعد از دیداری که با مقامات امریکایی داشتن به تهران آمدن نخست وزیر عراق با خود آقای خامنه ای دیدار داشت گفتن که حامل یک سری پیام هایی بوده برای به تعبیری هم بحث گروگان ها مطرح بوده چون من دیدم حتی تایلند دست به دامن جمهوری اسلامی شده بوده به هر صورت جمهوری اسلامی به عنوان پدر معنوی گروه های تروریستی منطقه میتواند با امر و نه نسبت به حزب الله یا نسبت به حماس در این تعاملات تأثیری داشته باشه البته این تأثیر تأثیر قدرتمند تأثیر عزتمند تأثیر اختداری نیست تأثیر اولیگارشی تاثیر مافیا سالار تاثیر پدرخواندگی است که اتفاقا جای شرم هست که تمدن بزرگ ایران زمین توسط اینانی بایست اداره بشه که سیاست های تأمین بودجهشون رو با گروگانگیری بایستی حل کنن و تأثیر فرامنطقیشون در این حد هست که دست به دامانشان بشن که شهروندان بیگناه گروگان رو در دست حماس مثلا سر نبرن آقای جمهوری اسلامی اینقدر به پول میدیم به اونها اینو بگو اوج مطلب همینی که من دارم اشاره میکنم و چه ننگ و ذلت و خاری از این بزرگتر که جمهوری اسلامی به آن گرفتار آمده است خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب یک مطلبی بوده حالا من خواستم فردا شب کار کنم ها رو اشاره میکنم آقای جمشیدی ها رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران حتما ویدئوی منتشر شده بود دیدید که به هر صورت بددهانی کرد رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران چه عنوان و عبارت عزیز و بزرگ و مقدس است به یاد داره من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران که درس میخوندم روزی روزگاری دکتر سیف اللهی رئیس دانشکده بوده و اصلا ما با تماشای هیبت این مرد دانش می آموختیم در حالی که من این آقای جمشیدی ها رو که می دیدم اینجوری بددهانی و دشنامدهی می کرد و با دانشجویان درگیر شده بود و می و الان جواب داد که من عصبی شده بودم چون دیدم دختر پسری به هم دست دادن در محیط دانشگاه یعنی عذر بدتر از گناه این نکته رو گفتم اشاره کنم که واکنش ایشان خیلی برای من جالب توجه بوده خب درگیری فیزیکی داشته آقای قلانبزا جمشیدی ها رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره همین ویدئویی که من دارم صحبتشو می کنم بیان کرد که وقتی دیدم دختران و پسران دانشجو با یکدیگر دست میدهند روبوسی میکنند انگار محرم هستند و اینجا دانشگاه نیست منقلب و عصبانی شدم اصلا یک چنین انسانی که نمیتونه شاهد عاشقی و مهربانی و در تعاملات اجتماعی زنان و مردان باشه ایشون اصلا بایستی نیاز به درمان داره به لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی نباید رئیس دانشکده علوم اجتماعی باشه در هر روی بخش زیادی از دغدغه مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی حکایتگر تفکیک مردان و زنان از واگن‌های قطار داشت یا به خشم آمدن رئیس علوم اجتماعی دانشکده‌ای که دختر پسری در فضای چمن دانشکده وقتی همدیگر رو دیدند و سلام دادن دستی هم به من به هم دادن از این آزرده شده بود و جامعه درانده بود کاش این رئیس دانشکده و هزاران افرادی مثل ایشان در برابر فساد سیستمی و تاراج ملی کشور هم به خشم می آمدند و جامعه می دراندن. وقتی من عملا رو به انتهاست روزنامه آرمان میهن رو در یک گزارش میبینم که برام تلخ البته خب آدم بایستی بعضی وقتا به اینها اشاره کنیم صحنه ای که زباله گردی داره به هر روی از این طریق ارتزاق میکنه اصلا نظامی که با این میزان ثروت و نفت و دارایی و انرژی های فسیلی و طبیعی شهروندان اسیر زباله گرد به این معنا داره که باید تو مطبوعاتش منتشر بشه اینجا که میگم اون نقطه تاریک رو بایستی روشن کنیم و بخوانیم که ادعاهاشون در رابطه با هایپرسونیک و در رابطه با پروژه نفوذ و اشراف امنیتی همه دروغ بیش نیست وظیفه رکنی یک حکومت تأمین مایحتاج و مبانی زیست شهروندان یک سرزمین هست بعد از این هست که میتونه اقتدار نمایی کنه و لشگر کشی کنه و قدرت نمایی کنه آقای امادالدین باقی من یه مطلبی میدیدم برای من قابل توجه بوده در گفتگویی که با روزنامه آرمان ملی داشته گفته که در جهان امروز فهم از دین و دموکراسی تغییر کرده است عجب کشف بزرگی من چون اماده باقی رو یه جوری بهش ارادت هم دارم به هر صورت اشون زمانی که خودمون زندان بودیم زحمت کشیده بود وکیل برای من تعیین کرده بود شون گفته که نمیتوان دین و دموکراسی رو دو مفهوم ثابت در نظر گرفت خب این مطلبی است که یه امر ثابت شده هست به لحاظ علمی فلسفی و جامعه شناسی تاکید جدید بر آن یعنی جمهوری اسلامی خواست یک عبارت مجعول و مقفول تاریخی رو احیا کنه و مطلب مطلب خیلی تازه ای نیست که دین و دموکراسی ناسازواره هستند عبارت آشتی دین و دموکراسی امر مقالت آمیز و سفسط گرایانه است علا ایا حالا حضور افراد مثل آقای اماد باقی به بیان این مطالب به هر روی بایستی ابراز استقبال کرد و اعلام ارادت کرد به هر روی در اون کشور همین که این خانش های مختلف رو روی روی نظام دینی بیان می کنن. طبیعتا هزینه های خاص خودش داره هرچند هنگام است هرچند دیرگاه است و به گمان این جانب ملت ایران به قایت و بسا بسیار بیش از مردان اصلاح طلب و تحول جلوتر در واقع مسائل سیاسی و اجتماعی خودشون رو پیگیر هستند و مطالباتشون رو می و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجل به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود